یه اتفاق خوبی هم که امروز توی برنامه ما افتاد اینه که هم میهمانان عزیز داریم و هم یک عزیز بزرگوار دوست داشتنی که من ارادت ویژه‌ای هم خدمتشون دارم و باید بگم که حق بزرگتری گردن همه ما دارند و به صورت ویژه و خاص من احساس میکنم که حق شاگردی اگر که بتوانم در محضر این عزیز داشته باشم برای من باعث افتخاره اگر بتونم این موضوع داشته باشم، چرا که همیشه توی برنامه هایی که ما داشتیم خیلی به ما کمک کردن و خیلی حمایت کرد. جناب آقای پرویز پرستویی عزیز بزرگوار ما الان پشت خط هستن و ما افتخار داشتیم که توی برنامه های مختلفمون هر از گاهی بتونستیم باهاشون گفتگو بکنیم. آقای پرستویی سلام، عید شما مبارک، ارادت ویژه خاص و تبریک بنده رو بپذیریم. قربونتون برم آقای سلوکی عزیز، من خیلی خوشحالم که صداتون میشنوم و واقعا قبل از هر چیزی این عید سعید فطر به همه شیعیان جهان و همه کسایی که به قول معروف این برنامه شما رو میبینن در واقع تبریک میگم و واقعیت این که الان من متوجه شدم که برنامه‌تون از شبکه یک پخش میشه. حالا شاید یه مقدار سوء تفاهم برای یه دست دوستان پیش بیاد که من دو روز دو سه روز پیش توی ایسنای مصاحبه کردم، گفتم من دیگه فعلا پامو تو تلویزیون نمیذارم، علتش هم خود شما میدونید، بارها من شرمنده خود شما شدم. ولی الان میخوام بگم که این برنامه اصلا هیچ ربطی به هیچ چیزی به اون اعتقادات که دارم نداره، چون به هر حال دلخوری ها جای دیگه است. امروز روز عیده. آره ماجراش فرق میکنه اصلا. بله برنامه در واقع به نظر من، یعنی من خودم چون خودتون هم میدونید یکی از اصطلاح در واقع تماشاگر فرپاقرص اصطلاح برنامه خوشا شیراز هستم و امروز شنیدم که برنامه در واقع این دو روز می ایام مبارک در واقع منتقل شده به شبکه یک و خب جا داره که به اصطلاح این فرصتی بود که هم به همه دستن در کاران برنامه در واقع خوشا شیراز از هادی قندی گرفته و همه عزیزانی که شما هم که دیگه به قول معروف شاهگل برنامه هستید و هم لذت میبرم همیشه از حضورتون تو این برنامه تبریک بگم و واقعا ان شاء الله که همیشه تندرست و سلامت باشید با این برنامه خوب و پرکششتون که در واقع من فکرم که خیلی تماشاگری شده در داخل ایران چه در برون مرز اطلاع تماشی داره و به خاطر اون حسن برنامه و به خاطر اون محتویات برنامه است که خیلی هر حال دلچسپ و شیرینه که منم افتخار داشتم دوستایی داشتم در خیلی در واقع این برنامه حضور داشته. آقای پرستویی حالتون خوبه؟ سلامتین؟ قربونتون برم، زنده باشین. ما رمزون بر شما خوب بود، خوش گذشت. اون حال دلتون خوبه؟ چی فرمودین؟ ما رمزونی که میگم گذشت برای شما خوب بود؟ بله بله، ما رمزون که واقعا خوب همیشه خوبه. ما به قول دوستان این حال دیگه این حرف شد کلیشه باشه، ما امیدواریم که بتونیم از محتویات ماه رمزون در 11 ماه دیگه هم استفاده بکنیم. ولی واقعا خب خیلی خیلی حال خوبی داره در واقع. فکر کنم که خیلی از آدم ها به آی آرامشی میرسن دیگه، هم بخشندگی وجود داره، هم دیدن هم دیگه حس میشه در واقع. امیدواریم واقعا اون ایام دیگه هم واقعا همینجور باشه. این البته این خصلت توی تمام ملت ایران همیشه وجود داشته، یعنی حالا اگر به مناسبتی ما بیشتر راجبش صحبت میکنیم در این ماه این بحث دیگریه، ولی این روحیه به اصطلاح همزادپنداری کردن، مردم داری کردن، ضعفا رو دیدن، به قول معروف کمک به هم نو کردن، دست هم دیگر گرفتن، به هر حال اینا همه همیشه توی ذات اصلا به قول معروف ایرانی هست و بوده و خواهد بود. ولی حالا به یه مناسبت یک ماهه یه مقدار به اصطلاح برجسته‌تر میشه و بیشتر خود بیشتر توجه میکنیم. بله زنده باد، درود بر شما. ان شاءالله که بتونیم در اولین فرصت خدمت شما باشیم. آقای پرستویی ما شما رو دوست داریم. موضوع مهم هم اینه که مردم شما رو دوست دارن، کارهای شما رو و تفکر شما رو، نگاه شما محترم و حتما هم با یک منطق درستیه. باید بشینیم با هم دیگه در مورد همین موضوعات حرف بزنیم، ولی شما اینو بدونید که ما خیلی شما رو دوست داریم و ارادت ویژه‌ای هم خدمت شما داریم. محبت داریم و از طرف منم به تمام مهماناتون، من خانم گلچین، ما خدمت خانم گلچین هستیم. سلام ویژه عرض می‌کنم خدمتتون. جناب آقای پرستویی، واقعا من همیشه در غیابشون گفتم که واقعا همین یه هفته پیش با یه دوستی داشتم صحبت می‌کردم، راجع به مقایسه داشتم می‌کردم که الان طنزایی که توی تلویزیون گاهن می‌بینیم، همین تو همین شاید ایام ماه رمضان هم بود و اینا، داشتم واقعا مقایسه می‌کردم، گفتم خانم گلچین علیرغم اینکه به هر حال ما ارادت داریم ایشون از سریال آینه در واقع نمایندگی شدن، واقعا میگن یعنی یک چیزی را از خودشون به جا گذاشتن که دیگه هیچ وقت تکرار نخواهد شد. دست پس میگن دارم میگن درود در شما نمیکنن و واقعا میگم بعد از نظر من هنرمند بسیار بسیار محبتشون انسان و
برای کار بلد هستن. محبت شماست. باری رو با خودشون آوردن توی تلویزیون، یک نوع تنزی رو با خودشون آوردن که این خیلی خیلی باید در موردش بحث بشه واقعا. و خوشحالم که برای این فرصت پیش آمد که حداقل من اینو عنوان بکنم و گوش خودشون برسه. قربون شما. ممنونم جناب پرستویی. خیلی خیلی باعث افتخار من هستش که استادی مثل شما در مورد من چنین بفرمایید. قربون شما. ممنونم از محبتتون. خواهر محترمتونم سلام برسید. خواهش میکنم. بزرگی شما رو میرسونم. همیشه زنده باشید. ممنونم. مرسی. آقای پرستویی خیلی خیلی متشکرم. قربونتونم آقای عید شما. ما منتظریم باز شما رو ببینیم توی برنامه‌مون و بازم بتونیم خدمت شما باشیم. آره این بالاخره سلامت باشید. قربون شما برم. خدا نگهدار. خداحافظ.